الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دوستان وأزيزان أرجمنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أركو جهة السيد إن شاء الله روزغار بقومة أنبات وشهب روزتان إن شاء الله بخير وعافية باشد. آمین گفتن بعد از سوره فاتحه در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چه حکمی دارد؟ آمین گفتن بعد از تلاوت سوره فاتحه در نماز به اتفاق تمام علما و هر چهار مذهب اهل سنت و جماعت سنت هست. یکی از سنت های قولی هست یعنی یکی از سنت های گفتاری هست که در هنگام نماز گفته می شود و فضیلت زیادی هم دارد رسول الله صلی الله علیه و فرمودند که وقتی که امام می گوید آمین یا وقتی که سوره فاتحه رو تمام کرد و گفت شما بگویید آمین و در روایت اومده که هر کسی تأمین اون تأمین این آمین گفتن هر کسی که آمین گفتن او با آمین گفتن فرشتگان به صلاح هماهنگ و همزمان باشد الله متعال گناهان او را میبخشد یعنی این که فرشتگان هم در واقع آمین میبین در مذهب جمهور علما آمین گفتن با صدای بلند سنت هست و ثابت است از رسول الله و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چون که یک نوع دعا هست آمین به معنی استجب دعا هنا یعنی دعای ما را بپذیر و یک نوع دعا هست بنابر قاعده کلی که به دعا یعنی با صدای آهسته بهتر و اولاتر هست در مذهب هنفی آهسته گفته می شود اما در جمهور یه یعنی نزدیدگاه جمهور با صدای بلند در واقع جهران گفته می شود و هر دو گروه اتفاق نظر دارند ولی اینکه آمین گفتن در واقع جز سنت های گفتاری نماز هست آیا اسقاط حرام است؟ ببینید ما چیزی از صحابه از رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی به نام اسقاط در دین اسلام ما نداریم هیچ کدام از ائمه اربعه اهل سنت و الجماعت چون این چیزی رو برای ما بیان نکردند و در هیچ کتابی از کتابهای اصلی حدیثی و فقهی اهل سنت و الجماعت بابی به با عنوان باب اسقاط و این موارد ما نداریم یک بدعتی هست که مردم ایجاد کردند اگر کسی مرد بعد از آن نمیدانم با پول دادن نمیدونم گناهانش را اسقاط بکنن نمیدونم نمازان نمازهایی را قضا کرده اسقاط بشوند نه چون این چیزی در شریعت اسلامی ثابت نشده و وقتی که پیامبر این کار را انجام ندادند صحابه انجام ندادند و ائمه بزرگوار ما چنین چیزی نفرم، نفرمودند کجا امام ابو حنیفه هم چنین چیزی فرموده در کجا امام ابو یوسف چنین کاری کردند یا چنین فتوایی دادند یا امام محمد رحمت الله علیه بزرگان ائمه ما در مذهب حنفی و در بقیه مذاهب چنین چیزی رو نفرمودند حالا یک گروهی از متأخرین آمدند و مولاهایی که برای سیر کردن شکم خودشون رو به یک دنبال از ابزاری میگردند که از صاحب میت پولی رو به از چنگش در بیاورند آمدند گفتند ها اسقاطی وجود داره یا اسقاط نمیدونم که گناهان مرده رو بخرید از خدا که با این پول خودتون که نه این همش بدعت و زلالت و گمراهی هست و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو و رد هر کسی که در دین ما یک مراسمی را ایجاد بکند یک راه و رسمی را ایجاد بکند که در دین نیست در زمان پیانبر و صحابه نبوده چون این کاری مردود هست و فرمودند که هر بدعتی زلالت هست و هر زلالتی عاقبتش در آتش جهنم هست یعنی ابتدای در دین شما از طرف خودتون دین درست کردید این دینی که پیامبر آورده در قرآن اومده این دینی نیست که شما دارید بر آن عمل میکنید که اسقاط میگیرید و بقیه موارد کارهایی که بدعت هست حتما باید از این گونه موارد ما پرهیز بکنیم وقتی که نام ما اهل سنت و جماعت هست یعنی باید عملا هم اهل سنت و جماعت باشیم ببینیم سنت پیامبر چی گفته آیا پیامبر صلی الله علیه وسلم همچین کاری کرده این همه صحابی که شهید شدند مردند وفات کردند مردمی که در زمان پیامبر بودند صحابه وفات کردند آیا پیانبر یک بار هم شده که برای یک میتی بگید که شما مثلا اسقاطی بدید چون این نیست آیا صحابه این کار رو کردند نه آیا امامان چون این کاری کردند نه آیا امام ابو حنیفه کرده نه پس این دین رو از کجا آوردید از کجا گرفتید منبع اصلی ما در دین قرآن هست احادیث رسول الله هست اجماع هست هیچ گونه اصل و اثری از این اسخات در واقع در این اصول اصلی وجود ندارد سلام آیا ازدواج قسمت هست؟ ببینید در مورد تقدیر همه چیز قسمت هست همه چیز تقدیر هست یعنی هر اتفاقی ریز و درشتی که در دنیا چه برای ما چه برای در جهان هستی هر نقل و انتقالی که می شود هر اتفاقی که می افتد اینها تمام بر اساس تقدیر الهی است الله متعال پنجاه هزار سال قبل از این که آسمان و زمین را بیافریند الله متعال به قلم دستور داده تمام اتفاقات ریز و درشت جهان هستی و عالم, عالم را بنویسد. تمام اتفاقاتی که برای من و شما میفتد تمام اینها مانند پازلی هست که قبلا تعیین شده ترسیم شده و یک به یک با مرور زمان با گذشت روزگار این پازل در واقع تکمیل میشود تمام گفتار ما کردار ما هر اتفاقی که در دنیا می بر اساس تقدیر الله متعال هست اون قسمت و سرنوشتی هست که الله متعال آن را نوشته حالا سوال اینجا هست که وقتی که الله متعال یک چیزی را قسمت کرده تقدیر کرده تلاش من انسان در اینجا چه معنی دارد من تلاش بکنم یا تلاش نکنم نهایتش شما چیزی می شود که الله متعال خواسته در این که نهایتش آن چیزی می شود که الله متعال خواسته شک و تردیدی نیست اما این که الله متعال خواسته این که الله متعال رو مقدر کرده نوشته به معنی اجبار نیست هیچ وقت به معنی اجبار نیست و ما در زندگی خودمون این رو احساس می کنیم که ما مجبور نیستیم الان ببینی اجبار یعنی چی؟ اجبار فرض کنیم که یک فردی تب لرز گرفته بدون اختیار دستش مثلا میلرزد بدنش میلرزد خب این بی اختیار هست هرچند هم که بخواهد این کار رو انجام ندهد نمیتواند بی اختیار خودش نیست اما من و شما در زندگی خودمون کاملا اختیار خودمون رو احساس میکنیم من الان اختیار دارم این خودکار رو من برداشتم الان من میتوانم که این خودکار رو تا آخر برنامه همینطوری نگه دارم و هم اختیار دارم که اینو بر روی زمین بگذارم هر دو موردش در اختیار من هست من به عنوان یک مسلمان می توانم برم نماز بخونم و یک مسلمان دیگرم هم با اختیار خودش نرفته نماز نخونده یک مسلمانی با اختیار خودش رفته گناهی رو انجام داده و چون که این انسانها با اختیار خودشون این راه رو رفتند یکی به سوی مسجد رفته و یکی به طرف گناه رفته به خاطر این انتخابشان الله متعال به اونها یا پاداش میدهد یا آنها را مجازات میکند به تعبیر دیگر اختیار هر انسان در دایره اختیار و علم الله متعال هست انسان در مسیر زندگی خودش کاملا مختار هست اما این اختیار انسان در دایره کلی اختیار و علم الله متعال هست به تعبیر دیگر باز هم مبنای تقدیر و قسمت علم الله متعال است یعنی این که الله متعال در ازل میدانسته که فلان انسان وقتی که به دنیا بیاید با اراده خودش با خواست خودش بدون هیچ گونه اجبار این کارها را انجام می دهد. این موارد رو الله متعال برایش ثبت کرده نوشته و ثبت تقدیر به هیچ عنوان به معنی اجبار نیست بلکه ما در کارهای روزمره خودمان کاملا میدانیم و احساس میکنیم که ما کاملا اختیار داریم و الله متعال هم بر اساس تقدیر و بر اساس علم خودش کسی رو مجازات نمی کند مگر اینکه کسی با اختیار خودش کاری رو انجام بده راجعه کسی که غسل نکرده باشد و بیمیرد توضیح دهید. کسی که غسل نکرده باشد خب مرگ در اختیار انسان نیست و چه بسا که مرگ یک فردی در حالت جنابت بیاد یا زنی مثلا در حالت عادت ماهیانه و بسیار اتفاق می و هیچ گونه اشکال و کراهتی و بدشگونی از نظر شرعی ندارد. این که انسان در حالت جنابت بمیرد هیچ گونه بدشگونی در این زمینه وجود ندارد در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم ما میدونیم که حضرت هنزله رضی الله تعالی عنها که در جهاد شهید شدند در حالت جنابت بودند فرصت نکرده بودند که بروند غسل بکنند رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من دیدم فرشتگان که حنظله را میشستند غسل میدادند چرا چون که شهید شده بودند و شهیدان را غسل نمیکنند شهیدان را غسل نمیدهند بلکه با همون لباسشون و با همون خونی که دارند همون گونه دفن میکنند به این خاطر فرشتگان او را غسل دادند اما عموم مسلمانان هر مسلمانی که در حالت عادت ماهیانه بمیرد یا در حالت جنابت بمیرد هیچ گونه گناهی اشکالی کراهتی بدشگونی ندارد و همین غسل میت که میدهند همین غسل میت در واقع کفایت میکنند. هم غسل جنابت حساب میشود و هم غسل میت بیمه بدنه ماشین آیا جایز است؟ بیمه بدنه جز مواردی هست که از نظر شهری اشکالاتی دارد و اساسا بیمه جایز نیست بیمه در اصل یک نوع قمار هست یک نوع قمار و میسر هست بحث برد و باخته نمیدونم شما یعنی خسارتی میبینید که بیمه جبران بکند یا اینکه اصلا اتفاقی برای شما نمیفتد و در این زمینه فقط بیمه نف میبرد هیچ گونه به صلاح نمیشود. نمی شود یا اینکه ضرری که به شما رسیده به ماشین شما رسیده تا چه اندازه هست و بیشتر از اون چیزی که شما به عنوان حق بیمه پرداخت کردی شرکت بیمه موظف هست که به شما بدهد در واقع این یک نوع جهالت و ابهامی هست و یک نوع قمار شمرده می شود و از نظر شرعی جایز نیست مگر مواردی که از طرف حکومت ها اجبارند. و ما مجبوریم که این کار رو انجام بدیم اگر مثلا بیمه شخص سالس مثلا وقتی که مجبور هستیم دیگه لا یکلف الله نفسا الا وسها. وقتی که اجباری هست و اجبار کردن برگردن ما الله مطار ما رو معاقضه نمی کنند. اما بیمه بدنه که اختیاری هست از نظر شریع جایز نیست زن چی موقعی می تواند آرایش کند از نظر شرعی توضیح دهید زن در هر وقتی که خواسته باشد می تواند آرایش بکند زمان و مکانی برای آرایش تعیین نشده هر زمانی که نیاز پیدا بکند برای آرایش برای همسر خودش در داخل خانه هیچ گونه اشکالی ندارد و ممانعتی در این زمینه از نظر شرعی وجود ندارد منتها این که باید یعنی آرایش برای شوهر باشد آرایش برای تبرج و برای خودنمایی بیرون از منزل از نظر شریع جایز نیست اما در داخل داخل منزل هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی وجود ندارد در مورد خوردن شیر همسر بگویید که خوردن آن چه حکمی دارد خوردن زیاد ببینید از نظر شرعی یک حکم کلی در این زمینه وجود دارد که شیر زن به نجس نیست حلال هست بچه آن رو میخورد حلاله شیر مادر میگند که حلاله یعنی این که جز نجاسات نیست مانند بقیه به موارد نیست اما خوردنش این که به صورت زیاد نمیدونم منظور شما چی هست یعنی به جای این که برید از سر کوچه و بقالی ماس بخرید شیر زیاد میخورید که این معنی مفهومی نداره اصلا معقول نیست اما اگر سوالتون این باشه که بلفرض اگر یکی در وقت معاشقه و مداعبه اگر چنین اتفاقی افتاد مثلا شوهر مثلا چند خطری از شیر همسرش رو مثلا خورد آیا از همدیگر طلاق میشوند یا خیر نه در این صورت طلاق نمی شوند و این موجب حرمت بسلا رضایی نمی شود و از نظر شهری همچنان زن و شوهر هم دیگر هستند اگر خانم حرف شوهر را گوش نکند که حجاب بزند گناهکار است از نظر شرعی به یعنی هم در صورتی که خانم یک مثلا کاری رو انجام داد که خلاف شرع هست گناه هست یا اینکه شوهر انجام داد هر دو طرف مسئولیت دارند که یک دیگر را تذکر بدهند امر به معروف بکنند نه از منکر بکنند موعظه حسنه با حکمت هم دیگر را توجیه بکنند تا اینکه این کار شرعی رو در واقع انجام بدهند و رسول الله صلی الله علیه و سلم این وظیفه رو بر عهده ما گذاشته که من را امن کردن فلیغیر رو بیده در مرحله اول اون رو با دستش تغییر بدهد اگر نمیتوانست با زبانش با موعظه حسنه تغییر بدهد در مرحله آخری اگر نمیتوانست حد اقلش این است که از متصمیم بگیرد هر وقتی که توانست و ابزار کار فراهم بود و به اصطلاح بود اون رو از بین یعنی این منکر رو و این کار خلاف رو در جلوش رو بگیرد اما اگر کسی گوش نکرد گناهش تنها برگردن خودش است سلام استاد پول بدیم به کسی که کار کند و در سود درصد شریک باشیم حکمش چیه برای اینکه حلال باشه میدونم که در زرن هم باید شریک باشیم اما این کار خرید و فروش مواد غذایی هست که بار بیمه هست که حداقل اه... نمیدونم ادامه سوالتون نیست ببینید برای مشارکت شما به یک کسی پول میدهید و یک کسی دیگر برای شما کار میکند. من میگم من به شما به طور مثال 100 میلیون تو من میدهم، این پول را بردارید. ماهانه 10 میلیون به من بدهید. دقت کردید؟ 100 میلیون من دادم برای برای مشارکت در یک کاری اون از صاحب کار اون کسی که عملا کار می کند من از اون خواستم که ماهانه یک مبلغ مشخصی به من بدهد 10 میلیون 5 میلیون یک میلیون یک مبلغ مشخص و تعیین شده ای رو تعیین کردم که این مبلغ رو به من باید بدی من دیگه کاری ندارم که تو سود کردی سود نکردی زیاد سود کردی کم سود کردی به من ربطی ندارد من یک مبلغ مشخصی رو تعیین کردم که باید به من بدی این از نظر شری جایز نیست چون این معامله باطل هست اما اگر درصدی مشخص کردند درصدی مشخص کردم که من این پول رو 100 میلیون رو به شما دادم شما برید کار بکنید مغازه بزنید و ماهانه هر چی درآمدش بود فروخت فروش کردید و سودش بود 50 پنجاه این سود رو تقسیم میکنیم یا مثلا 40 60 باشه به هر صورتی که با همدیگر توافق کرده باشند از در این صورت از نظر شرعی اشکالی ندارد وقتی که درصدی تعیین بکنند از نظر س... به شرعی اشکالی ندارد و این که به صلاح فردی که کار می کند صاحب مغازه به طور مثال که خرید و فروش می کند تجربه ای دارد و ضرر و زیان نمی کند این به معنی تضمین سود نیست در اینجا تضمین سود اگرچه تضمینم بشه مثلا شما درصدی تعیین کردید درصدی تعیین کردی که مثلا شما تضمین میکنی که ماهانه من به شما سود بدهم اینو تضمین میکنم اما سایه سخفش کم و زیاد بشه با توجه به به فروش مغازه و سودی که به دست میاد این از نظر شهری اشکالی نداره آیا خوردن مال غیر مسلمان چه بازور یا همان غنیمت یا سر یا سرقت چه حکمی دارد خوردن مال مسلمان یا غیر مسلمان چه به صورت سرقت باشد چه به صورت اختلاس باشد چه به صورت غصب باشد به هر صورتی که باشد از نظر شرعی ما خوردن مال فردی که کافر هست در این صورت جایز نیست بحث غنیمت جنگی جداگانه هست مسلمانان اه اه کفار حمله میکنند سر کشور مسلمانان زخایر کشور اسلامی رو چه کار میکنند همه رو به تاراج میبرن و این حق متقابلی هست که اگر مسلمانان هم بالفرضل در جنگی پیروز شدند میتوانند که اون چیزی رو که به دست آوردند اون را جزء اموال غنیمت در واقع حساب بکنند اما در غیر موارد جنگ و به موارد مواردی که از طریق جنگ و در واقع جهاد به دست میآورد تعرض کردن به مال و جان فرد کافری از نظر شهری جایز نیست آیا بعد از خود ارزایی باید غسل کنیم یا خیر؟ بله بعد از خود ارزایی و به صورت کلی بعد از انزال به هر صورتی که باشد چه به صورت همبستری باشد، چه به صورت خواب دیدن باشد، در خواب یا به صورت خود ارزایی باشد غسل واجب هست و حتما باید غسل انجام بشود سوالم اینه که جارو کردن خانه در شب باعث فقر می شود لطفا جواب بدید نه چون این چیزی هیچ گونه اصل و اساسی ندارد جارو کردن خانه در هر وقتی که نیاز باشد در شب یا روز از نظر شرعی اشکالی ندارد و مانعی وجود ندارد و هیچ گونه حدیثی در این باره حدیث صحیح وارد نشده که جارو زدن خانه اصلا سبب فقر بشود آیا بخت دختر دختر پسر بسته می شود حقیقت دارد و این که چطوری باز بکنیم و در این زمینه متاسفانه خیلی از مردم یعنی دچار توهم شدند و عملا می بینیم که ازدواج سخت شده و وضعیت اقتصادی مردم نابسامان هست به هم ریخته هست جوانان یعنی هزینه ازدواج رو ندارند و متاسفانه بسیاری از خانواده ها هم سخت میگیرند ازدواج را سن ازدواج بالا رفته و متاسفانه فساد هم در بسیاری از جاها زیاد شده جوانان نمیخواند که زیر بار مسئولیت بروند اینها تمام سبب این هست که در واقع ازدواج شاید کمتر صورت بگیره یا سن ازدواج بالا برود دلایلش این هستن دلائل... دلیلش این نیست که حتما تلسمی در کار هست یا بخت کسی رو بسته باشند نه الزامن به این معنی نیست الان اگر بلفرز کسی رو که یعنی تلسم شده باشه جادو شده باشه یک سری علایمی داره و اگر این علائم وجود داشت خب میدونیم در این صورت مثلا سهری وجود داشته بود و این سر رو باید باطل بکنیم اگر سر رو دیدیم خودش را خب بازش میکنیم قرآن برون میخونیم میسوزونید می با آب میشویید تا اینکه آثارش از بین بره باطل کردنش این گونه هست یا به صورت خواندن مستمر و مداوم مداوم سوره بخره و آیت الکرسی معوضتین و آیه ها و سوره های دیگر در واقع انجام می شود من آرایشگرم ریش که صفر بزنم یا مو مدلی بزنم پولی که میگیرم جریانش چی است؟ مو رو مدل بزنید اشکالی نداره جز ما مواردی که مثلا به صورت کلی مثلا یک قسمت شد به سر تراشیده بسه یک قسمت دیگرش تراشیده نشه این رو رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع من کردند و گناه بودن این عمل در صورتی هست که انسان فکر بکند که این سبب برکت می شود یا سبب دفع مذرت می شود. در اصل این گونه هست منتها خود همین تشبه به غیر مسلمانان از نظر شرعی هم جایز نیست منتها این کسی که این کار را انجام میدهد به این منظور باشد گناهش مانند اون کسی نیست که از باب اخیره این کار را انجام میدهد این تفاوت مراتب در اینجا وجود دارد اما تراشیدن ریش از نظر شرعی جایز نیست کار خلافی هست و اون پولی هم که شما در این زمینه میگیری قطعا پول مشکوکی هست پول مبارکی برای شما نخواهد بود کسی که سر کار نمی رود و می گوید خدا روزی میرساند، آیا سند دارد؟ نه این که کسی سر کار نمی و به یعنی درآمد بالایی داشته باشد نه چون این چیزی وجود نداره چیزی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما توصیه کردند این است که باید کار بکنیم و عملا رسول الله صلی الله علیه و سلم ام یعنی اصحاب خودش رو تشویق میکردن برای کار کردن و طلب رزق حلال در شریعت اسلامی یک عبادت هست و یک فریزه شرعی هست این که شما از صبح تا شب بگیرید تو خونه بخوابید و بیرون نروید خب قطعا به شما یعنی رزق و روزی زیادی نمیرسه اندازه این میرسه که مثلا پدر و مادرتون یک چیزی از رفتن کار کردن و بیچاره آوردن سر سفره گذاشتن شما میخورید رزق روزی شما همین اندازه هست اما شما زن دارید فرزند دارید نشستید در خونه کاری نمی کنید منتظر هستید که یک کسی دیگری به صلاح دست, دست شما دراز باشه به یک کسی دیگری رسول الله صلی الله علیه وسلم از این کار من فرمودند و, و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند کسی که سوال بکند از دیگران کسی که سوال بکند یعنی دستش به دیگران دراز باشند در روز قیامت در حالتی می آید که بر روی چهرهش هیچ گونه تک وجود ندارد و یک لکه ای هست این در واقع سوال کردن برای انسان مسلمان و به هیچ عنوان نباید انسان خودش را در معرض ذلت قرار بدهد حتما باید برای کسب و کار انسان باید تصمیم بگیرد و یک شغلی رو برای خودش انتخاب بکند تکان دادن انگشت اشاره در نماز برای این درست است و به چه صورت هست؟ این یکی از سنت های یعنی اشاره کردن با انگشت اشاره در اتحیات که از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم است که ایشان در وقتی که به صلاة اتحیات بودن این دو دستشون رو به این صورت در واقع حلقه می کردن. این این دوتا انگشت را با همدیگر حلخه حلقه می به صورتی که پنجاه و دو در واقع ترسیم می شد یعنی به این کیفیت بود و این انگشت را بلند می کردن. در اتحیات این انگشت را بالا نگه می داشتن و در وقتی که دعا می کردن با این اشاره می کردن. در وقتی که دعا میکردن دعاهایی که در اتحیات هست بعد از تحیات این اینو این گونه رسول الله صلی الله علیه و به این کیفیت دعا میکردن و با این اشاره میکردن این اندازه از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت هست اگر کسی عاشق شود و نتواند ازدواج بکند به جهنم میرود نه چرا باید به جهنم برود هر چیزی که برای شما مقدر هست اون چیزی رو که به قول معروف قلم و قسمت شما نوشته شده حتما به شما میرسند اگر شما دل داده یک فردی بودید و اون قسمت شما نبود و قبل از شما ازدواج کرد و کسی دیگر خواستگاری کرد و قسمت نبوده و می توانید که جای دیگری از الله مطال بخواید که پروردگار را خیر را هر کجا که هست صلاح من در کجا هست الله مطال همون مورد را برای شما مقدر بفرماید و شما رو موفق بگرداند آیا صورت جز عورت به حساب میاد در هنگام نماز بل اتفاق صورت جز عورت نیست در هنگام نماز به اتفاق تمام علما صورت جز عورت شمرده نمی شود یعنی در هنگام نماز برزن لازم نیست که صورت خودش را بپوشاند بدون این که صورت را بپوشاند اصلا نباید بپوشاند و جز عورت در واقع شمرده نمی شود در غیر به صلاح حالت نماز بسیاری از علما معتقد هستند که جز عورت هست باید پوشیده بشود و خصوصا در هنگامی که به صلاح خوف فتنه باشد خوف فتنه باشد اما برخی دیگر از علما با توجه به دلایلی هم که در این زمینه وجود دارد معتقدند که نه جزو بسلا عورت نیست اگر گردی چهره بیرون باشد این در واقع انسان گناهکار نمی شود و نظر بنده هم این است که جزء واجبات نیست اگر گردی صورت بیرون باشد از نظر شرعی انسان گناهکار نیست درن گناهکار نمی شود منتها پوشیدنش در جایی که فرهنگ هست یا در زمانی که بسلا عرف و عادت مردم باشه یا خوف فتنه باشه قطعا اولاتر و بهتر است شخصی که هر روز فکر کند که جنوب است اما اثری وجود ندارد ولی همانجا نمناک است حالا این شخص غسل واجب است یا خیر نه تا زمانی که انسان به مطمئن نشده که غسل بر اون واجب هست و احتلام شده بر اون غسل واجب نیست تا زمانی که مطمئن نشده این چندین حالت دارد حالت اول این است یک فردی در یادش هست صبح که بیدار شد یادش هست یک خوابی دیده بود و عملا هم میبیند که آثار منی در لباسش هست حکمش این است که باید غسل بکند این صورت اول صورت دوم یک فردی اصلا یادش نیست که احتلام شده باشد اما وقتی که بیدار شده عملا آثار منی را رو در روی لباسش میبیند باز هم در این صورت غسل بر اون واجب میشد این حالت دوم حالت سوم این است که یک فردی بیادش هست که احتلام شده یادش هست که دیشب یک خوابی را دیده اما وقتی که بیدار می شود آثاری از احتلام وجود ندارد آثاری از منی وجود ندارد در این صورت غسل بر این فرد لازم نیست و صرفا این که یک مقدار مثلا به صلاح نمی بر روی لباس شما باشد این دلیل بر این نیست که حتما این در واقع منی بوده منی که باشه قطعا مشخص از منی با ادرار یا با موارد دیگر مزی و ود این بقیه موارد تفاوت دارد قابل تشخیص است تا زمانی که مطمئن نشدید که حتما به صلاح انزال شده و احتلامی صورت گرفته غسل واجب نیست شغل آرایشی گناه هست؟ نه آرایش کردن از نظر شهری جایز هست هم برای مرد و هم برای زن و درآمدش هم جایز هست حلال درآمدش منتها مواردی رو و تنها معد... یعنی موارد معدودی هستند یعنی بقیه تمام موارد آرایش از نظر شهری ممنوع نیستند در زمان پیامبر آرایشگر بوده زنان رو به صلاح آرایش می کردن. مردان رو آرایش می کردند به صلاح سر می تراشیدند و بقیه مواردی که وجود داشته و این حرام نیست از نظر شرعی حرام نیست در آمدش جایز هست فقط مواردی رو که در شریعت من آمده این موارد رو انسان باید از این پرهیز بکنه من 17 سالمه بلد نیستم که غسل ادا بکنم ببینید عزیزم غسل ادا کردن کار سختی نیست هر وقتی که نیازی به غسل بود غسل کردن یعنی حمام رفتن یعنی دوش گرفتن دوش گرفتن که بلدی حمام رفتن که قطعا بلد هستی همینو میگن غسل اما میخوای کاملتر و بهتر باشد وقتی که حمام رفتی اولش وضو بگیر دقیقا مانند وضو نماز بعد از آن برو زیر دوش و سلام دیگه غسل شما صحیح هست هیچ نیت دیگری نداره نیتش همین نیت قلبی شما هست که به نیت پاک شدن رفتی بدن خود را آب بکشی این نیتش هست تلفظ کردن و دعای خاصی در واقع نداره نه تلفظ نیت لازم هست و نه اولش دعایی داریم و نه آخرش آیا رفتن زن به قبرستان جایز است یا نه نظر بنده این است که رفت زن میتواند که به قبرستان برود جایز هست و هیچ اشکالی ندارد منتا به شرط اینکه که بسلا به قصد این میرود که صلاح یادآوری آخرت باشد و یعنی خودش ایمانش قوی باشد به فکر آخرتش باشد در این صورت اشکالی ندارد منتا به شرط این که از داد و فریاد و سر و از زدن و نمیدونم بخی موارد باید فرهیز بکند رسول الله صلی الله علیه و در یک مقطعی در ابتدای اسلام من کرده بودند در آخر دوباره اجازه دادند و فرمودند که من شما را من کرده بودم از اینکه به زیارت قبرستان بروید اما الان به شما میگویم که به زیارت قبرستان بروید زیرا که زیارت قبرستان شما را به آخرت میافتند و این یک حکم کلی هست که هم برای مرد هست و هم برای زن و اون حدیثی که در مورد این آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانی رو که به زیارت قبرستان میروند نفرین کرده اون دیگه از عملا مال قبل از بسلا جواز هست زیرا که ما یعنی روایتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کرده باشند از زیارت قبرستان غیر از این روایت روایت دیگری نداریم همین روایتی هستن که در این معنا و مفهوم هستن پس بنابراین اشکالی نداره زن اگر موازین به صلاح شرعی رو مراعات بکند میتواند که به قبرستان هم برود آیا دعایی برای قبولی در آزمون و فهمیدن بهتر درس برام بگید برای قبول شدن در آزمون و بهتر فهمیدن درس این است که شما تمرکز بیشتری داشته باشید مطالعهتون بیشتر باشه تکرارتون بیشتر باشه و بیشتر مرور بکنید انشاءالله که قطعا قبول میشوید. در کنار این که اسباب را بکار بردید از الله مطال هم طلب توفیق بکنید از الله مطال بخواهید که شما را در این امتحان قبول بکند از الله مطال توفیق بخواهید این جایز هستم اما این که یک دعایی باشه که من به شما میگم که این دعا را بخونم، و کتابه را برو بگذار اصلا مطالعه نکن درس نخون که قبول میشین نه چون این دعایی وجود ندارد ما تا میتونی در ضمن آن این دعا رو بکنید رب شرحلی صدری و یا سلی امری و احلل عقده من لسانی و قولی یا رب زدنی علما به هر زبانی هم که دعا بکنی دعا به صلا مشروع هست اما این که تزمینی باشه که شما درس نخون و این دعا رو بخون قبول میشی چون این چیزی وجود ندارد آیا مرد نمازخوان می تواند با زنی که نماز نخواند ازدواج کند یا خطبه عقدشون خوانده میشه یا نه اگر انسان واقعا برای دین خودش اهمیت قائل باشه یک مرد نمازخوان با زن بی نماز ازدواج نمی کند اگر برای دختر مهم باشد یک دختر نمازخوان با یک مردی که نماز نمی خواند ازدواج نمی کند اگر که دین برای من و شما مهم باشه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم همینو فرمودند که تون که حل مرعتون که زن معمولا برای چهار انگیزه ازدواج می شود چهار تا گزینه دارند مردم یا به خاطر جمالش هست یا به خاطر مالش هست یا به خاطر نسب و حسبش هست یا به خاطر دینش هست معمولا این چهار تا هستند و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند به بذات الدین اون کسی رو که ذات دین هست صاحب دین هست اون انتخاب بکن و همچنین به خانواده ها و اولیاء امور توصیه کردن اذا اتاکم من ترضون دینه و خلقه اگر کسی خواستگاری دخترتون آمد که دین و ایمانش رو شما میپذیرید یعنی قابل قبول بود اخلاقش خوب بود اون رو قبول بکنید این معیار اصلی هست من چطوری می توانم براتون پیام بفرستم سوال دارم سوالتون رو بفرستید ان از طریق واتساپ بفرستید ان سر فرصت من خدمت شما هستم و جواب میدم سلام همسر من پسر عموم هست از مادر بزرگ پدری من شیر خورده نکاه ما جایز است از مادر بزرگ پدری سوالتون رفت اگر یک کسی از بخ... که از مادر بزرگ پدری شما شیر خورده پسر اموی شما از مادر بزرگ پدری شما شیر خورده در واقع می شود اموی رضایی شما از مادر بزرگ پدریتون شیر خورده می شود اموی رضایی یعنی برادر رضایی پدرتون هست وقتی که شیر خورده باشه در این صورت از نظر شرعی چون این نکاهی جایز نیست همون گونه که نکاه بسلا برای موارد اصلی برای موارد اصلی نسبی مثلا حرام هست ازدواج کردن با پدر با برادر با امو با دایی و با اینا ازدواج کردن از نظر شرعی حرام جایز نیست وقتی که نسبی باشن از نظر سبب رضایی هم اینا در واقع حرامند و جایز نیست چنین ازدواجی شیر دادن فرزند شیرخوار در حالت جنابت چه حکمی دارد؟ هیچ اشکال شهری ندارد کاملا جایز هست شیر دادن بچه در حالت جنابت جایز هست یک سال طلاق قانونی گرفتم و به شریعت نمی آید آیا شرعی هم باید طلاق بدهد؟ اگر طلاق قانونی گرفتید و در دادگاه به طلاق شدید و شوهر طلاق داده رضایت داده به طلاق یا یعنی اینکه حکم قهری طلاق بوده و شما دلیل قانع کننده داشتید و به این خاطر دادگاه طلاق داده این طلاق معتبر هست حتی اگر شوهر طلاق ندهد حاضر نباشد که طلاق بدهد اما طلاق دادگاه به قابل قبول هست و اجرا میشه اگر به یکی برم بنگاه بگم این ماشین را خودت برای من بخر و دو ماهه گرانتر ازت میخرم مثلا نقدی اگر 100 میلیون هست دو ماه صد بیس میلیون میخرم اینطوری معامله حلاله این طوری که شما میگه که این ماشین رو برای من بخر و شما معامله ماشین انجام میدید از نظر شهری اشکال نداره ماشینی رو که قیمتش نقدن به طور مثال 100 میلیون هست شما چند ماه شرایطی میخورید به 120 میلیون از نظر شهری اشکالی در این زمینه وجود ندارد منتها باید معامله قطعی باشد که معامله حتما این شرایطی و قسطی هست و قیمت هم مشخص باشه دیرکردی هم در کار نباشد در این صورت جایز هست حرف زدن با دختر بدون شهوت ایراد دارد ارتباط با نامحرم در واقع ولو این که در ظاهر قضیه در ابتدایش بدون شهوت باشه و بدون نظر داشتن باشه این قطعا منجر به این می شود که در واقع وارد رابطه حرامی باشند و این از نظر شرعی جایز نیست اما در حد معمولی یک فردی مثلا فروشنده هست در جایی مثلا همکلاسی هست یا یک مورد خاصی هست که فقط در میخواهید یک مطلبی را از اون بپرسید یک بحث خیلی عادی هست نه اینکه همیشه همواره استمرار داشته باشه و به جاهای باریک بکشه در حد سوال کردن این اندازه اشکالی نداره جایز هست اما اینکه ارتباط پنهانی باشه و همیشه پیام دادن به هم دیگر و به صلح خلوت باشه این از نظر شهری جایز نیست آیا این میگویند که اگر ظرفه ها رو شب نشویید باعث فقر و بیبرکتی میشود نه چون این چیزی وجود نداره که اگر ظرفه ها رو شب نشستید حتما به صورت دوچار فقر و بیبرکتی در خانه میشوید منطقه بهتر است برای از نظر بهداشت هم برای اینکه مثلا مواردی میکروبی نمیدونم حشراتی چیزی جمع نشوند بهتر است که بسلا تا دیر وقت این بسلا کاسه ها اینطوری گذاشته نشه و ظرف ها شسته بشون. آیا ازدواج با خواهر زن جایز هست؟ ازدواج همزمان با خواهر زن یا خاله و امه زن جایز نیست ازدواج همزمان که یک فردی همزمان با دو تا خواهر ازدواج کرده باشه یا یک زن و عمه اش را یا خاله اش را همزمان به اصطلاح به همسری بگیرد این جایز نیست اما بعد از طلاق خواهر اول یا بعد از وفات خواهر اولی اشکالی ندارد جا، جایز هست آیا استنجا در وضو شرط است؟ نه استنجا در وضو شرط نیست اگر سوالتون این است که استنجا یعنی در وقتی که مثلا بعد از قضای حاجت نباشد اگر کسی قضای حاجت کرد خب استنجا که باید انجام بدهد یعنی بعد از اینکه دستشویی رفته حتما نظافت که میکنه در اونجا یا به صورت مثلا آب هست یا مثلا دستمال کاغذی هست یا از در بیابان بودی به هر وسیله ای که بوده نجاست را باید پاک بکنید اما برای هر وضوع دیگری برای هر وضوی دیگری یک فردی الان از خواب بیدار شده میخواد وضو بگیرد آیا باید برود استنجا بکند عضو خودش را بشوید نه چون چیزی لازم نیست یک فردی مثلا وضوع شکسته مثلا بادی از شکمش خارج شده یا بنا بر فقه حنفی فرض کنیم که خونی از بدنش خارج شده آیا باید که وقتی که وضو میگیرد برود استنجا بکند نه چون چیزی لازم نیست یک ماه مونده به رمضان می شود روزه قرضی گرفت بله روزه قرضی رو جایز هست و که بگیرید در هر وقتی که باشه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها می فرماید که من بیشتر روزه های قرضی خودم رو در ماه شعبان می گرفتم یعنی قبلا فرصت نمی کردم و به اندازه می شود که به تاخیر می در ماه شعبان می گرفتن هیچ اشکالی نداره در ماه شعبان قبل رمضان شما میتونید که روزه های قضای خودتون رو بگیرید در مورد نماز توضیح بفرمایید چند بسم الله و چند اعوذ بالله الرجیم دارد در نماز فقط در هر نمازی یک در واقع اعوذ بالله من الشیطان الرجیم داریم در ابتدای نماز و بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای نماز که به سوره فاتحه را شروع کنید اینا جز سنت هستند بعد از این که سوره ای رو بعد از سوره فاتح شروع کردید در اونجا هم جایز هست که بسم الله الرحمن الرحیم رو بگویید اما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم همون مرتبه اول هست در رکعت دوم که بلند شدید سوره حمد رو می خواندید اگر بسم الله الرحمن الرحیم رو بگویید جایز هست اگر هم نخواندید با تنها الحمدلله رب العالمین شروع کردید باز هم هیچ اشکالی وجود نداره و نمازتون کاملا صحیح هست حکم وام ازدواج چگونه است چند بار هست میپرسم منم چند باره که دارم جواب میدم در هر لاوی تقریبا هر شب همینو سوال میاد و من جواب میدم که وام به صورت کلی حرام هست هر وامی که سودی داشته باشه حرام هست از نظر شهری جایز نیست قطع نظر از این که به درجه به درصدش چه اندازه باشد منتها برخی از علما در جاهایی که به نرخ تورم خیلی زیاد هست و افت ارزش پول خیلی زیاد هست یه مبلغی را که به عنوان کارمز میگیرند و ثابت هست و به طور مثال وام ازدواج را که گفتن 4 درصد هست برخی از علما نظرشون بر این است که چون که نرخ به تورم خیلی بالاتر از این درصد به وام هست گفتند که در صورت ضرورت اشکالی ندارند اما به عنوان یک حکم اصلی ربا به صورت کلی حرامه شخصی که وضو میگیرد بعد از وضو میخواهد نماز بخواند در حالی که نماز میخواند احساس میکند که قطری ادرار از حالت او خارج میشود حکم این چیست اگر یک فردی صرفا به محض احساس هست انسان با احساس نباید یعنی نماز خودش را ترک بکنه تا زمانی که مطمئن نشده اگر به صورت یک وسواس هست احیانا مثلا خونکی رو در لباس خودش احساس می کند و فکر می کند که وضوع شکسته تا زمانی که مطمئن نشده صد درصد نباید نماز را ترک بکند نباید نماز را ترک بکند و در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم برخی از صحابه این به وسواس داشتند که اومد سوال کرد یا رسول الله اگر فردی احساس کرد که در نماز وضوعش شکسته یعنی بادی از شکمش خارج شده چه کار بکند رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند لا ینصرف لا ینصرف حتی یسمع صوتا و یجد ریحا نه نماز را ترک نکند مگر در صورتی که صدایی بشنود یا اینکه بوی را احساس بکند یعنی اینکه مطمئن بشود تا زمانی که مطمئن نشده و به خاطر وسواس نباید نماز را ترک بکند اما اگر یک فردی به طور مثال دچار به اصطلاح سلسل بول هست یعنی ادرار خودش را نمیتواند کنترل بکند و قطعا هم این گونه هست یعنی صرفا یک نوع احساس و یا وسواس نیست عملا ادرار خودش را نمیتواند کنترل بکند حکم شرعی این است که برای هر نمازی وضو بگیرد بعد از وضو ولو این که قطری از ادرار هم خارج شده باشد وضوعش نشکسته برود نماز بخواند حتی اگر در وسط نماز هم قطراتی از ادرار خارج شد نماز خودش رو ادامه بدهد این فرد معذور هست و وضوع معذور با خارج شدن قطرات ادرار نمی شکند بلکه با گذشتن وقت میگذرد. یعنی برای نماز ظهر وضو گرفته برای نماز ظهر وقتی که وضو گرفت بعد از آن برود نماز بخواند نماز ظهر را سنت های قبلی و بعدی قضا هر چی میخواهد بخواند تا نماز عصر وقت نماز عصر که داخل شد وضوی قبلی باطل شده وقت معاشقه با همسر اگر که شیر بخوریم چه حکمی دارد؟ خب اون قسمت رو یک چسبی چیزی بزنید که شیر نخورید تا خیالتون راحت باشه این همه سوال میکنید این رو قبلا بارها این رو جواب دادم که این سبب طلاق نمیشود سبب ایجاد به رضا یعنی حکم رضا در اینجا ثابت نمی شود و هیچ اشکالی برای این ازدواج به وجود نمیاد و همچنان این دو نفر زن و شوهر همدیگر هستند. آیا نوشتن آیات قرآن در کاغذ و بستنشون به بدن جایز هست؟ نظر بنده این است که این مورد را یعنی جایز نیست. نوشتن آیات قرآن و بستنش بر روی بدن جایز نیست گرچه بر بسیار از علما نظرشون بر این است که این رو جایز میدونن در صورتی که تعویز از آیات قرآن یا دعای قرآنی و حدیثی باشد اما در صورتی که تلسم و جادو باشد و اعداد و ارقام باشه و حروف ابجد باشد و نمیدونم اشکال هندیسی باشد که اون قطعا حرامه استمداد از غیر الله باشه یا ازرائیل و یا جبرائیل و یا نمیدارم فلان و بهمان اینا شرک به الله متعال هست اینو هیچ کسی جایز قرار نمیدهد دم ما در صورتی که آیات قرآن باشه برخی از علما گفتند که جایز هست اما نظر بنده این است که حتی این هم بی به آیات قرآن هست عملا رسول الله صلی الله علیه و چنین کاری رو انجام ندادند رسول الله صلی الله علیه و قرآن میخونند، رقیه رقی شرعی نمی به فلق و ناس رو می بر حسن و حسین می بر بیماران می این جایز است اما بستن قرآن که در حالت جنابت این رو انسان به بدنش بسته باشه در حالت به عادت ماهیانه اینو بسته باشه روی این میخوابد میغلطد در جاهایی میرود و وارد دستشویی میشود این یک نوع بیحرمتی به آیات قرآن هست و جایز نیست حکم سخت جنین یک ماه را بگویید سخت جنین از نظر شرعی جایز نیست سخت جنین از نظر شرعی به صورت یک امر کلی حکم کلی جایز نیست وقتی که الله مطال یک مقدر کرده برای شما که باردار بشوید راضی باشید به رضای الله مطال اگر کسی جلوگیری بکند اشکال شرعی ندارد برای تاخیر انداختن و برای مسلحتی اشکال شرعی ندارد اما وقتی که الله مطال بچه ای رو به شما داد اینو دیگه نباید سخت بکنید و از نظر شرعی جایز نیست مگر در صورتی که ضرر و زیانی داشته باشد مگر در صورتی که پزشکی مثلا تشخیص بدهد که وجود این جنین مثلا برای مادر ضرر و زیانی دارد در این صورت از نظر شرعی اشکالی ندارد اما به صورت کلی جایز نیست آیا خوردن عورت زن زن خود حرام است و حکمش چیست از نظر شهری در میان زن و شوهر هیچ گونه ممنوعیتی وجود ندارد محدودیتی را شریعت اسلامی در این زمینه بیان نکرده جز دو مورد را جز دو مورد را رسول الله صلی الله علیه و سلم این را بسلا جز ممنوعات قرار دادند هم بستری از, از راه پشت رابطه مقعدی، و همبستری در حالت عادت ماهیانه این دو مورد حرام هست و جایز نیست که غیر از این خودتون و سلیقه خودتون از نظر شهری ممنوعیتی غیر از این دو مورد وارد نشد چرا توی اسلام همه شادی ها ممنوع شده؟ برعکس در دین اسلام همه شادی ها از نظر شرعی جا جایز هست شادی کردن از نظر اسلام جایز هست ما در اسلام ایده هایی رو داریم ایده های مثل هفتگی هست روز جمعه هست ایده هفتگی هست در هر سالی دو تا اید داریم و مسلمانان شادی میکنن هر وقتی مناسبتی باشه به خاطر ازدواج شادی بکنید اشکالی نداره به خاطر تولد فرزند شادی بکنید اشکالی نداره به خاطر موفقیت در نمیدونم کار و تجارت شادی بکنید اشکالی نداره تفریح برید شادی بکنید هیچ اشکالی نداره کی گفته که اسلام با شادی در در واقع مخالف هست حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم در روز ای در خونهشون چند تا دخترک بودند دف میزدند و شعر می خوندن. و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی وقتی که اومدن اینها رو من بکنند رسول الله صلی الله علیه فرمودند نه اینها رو من نکن بذار که به اصطلاح دف بزنن بذار که به اصطلاح این سرودهای خودشون رو بخونن تا اینکه مردم بدونند که در دین ما فصحه وجود دارد در مسجد رسول الله صلی الله علیه و حبشی ها می اومدن رقص رزمی انجام میدادند و پیامبر و حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ایستاده بودند میدیدند نه به هیچ عنوان اسلام به اصطلاح مخالف با شادی نیست منتها اسلام شادی را که منجر به بسلا گناه باشه تحقیر دیگران باشه بی احترامی به دیگران باشه بدعت در دین باشه همراه با یعنی موارد غیر شرعی باشه اختلاط بین زن و مرد باشه خب قطعا اینا دیگه از نظر عقلی هم در واقع باید ممنوع باشد و از نظر شهری هم جایز نیست اما صرف خوشحالی و شادمانی در اسلام هم یعنی هیچ گونه ممنوعیتی وارد نشده بود آیا نماز خواندن بدون کلاه اشکال دارد نه هیچ گونه اشکالی ندارد نماز خواندن بدون کلاه هم جایز است گرچه برخی از علما گفتند که مکروه است برخی از علما گفتند مکروه منتها این برمیگرده به عادت مردم برمیگرده به عادت مردم که ما از نظر شرعی مکلف هستیم که در هنگام نماز آرایش و زینتی لباس زینت بپوشیم لباس کاملتری بپوشیم در جایی که مردم عادت دارند مثلا سر رو میپوشانند خب این یک نوع به کمالی اینو میدونند یک نوع احترام میدونند خب بهتر است که به انسان با سر پوشیده نماز بخونند اما در جایی که مردم فرهنگشون این است که سر برهنه بودن هیچ گونه عیب و ایرادی نداره و نماز خوندن هم در این صورت با سر برهنه اشکالی نداره و کاملا جایز از هیچ گونه کراهتی در این صورت وجود ندارد و این هم که انسان یعنی بر این قضیه خیلی به صلاح انگشت روی این گذاشتند که حتما باید سر پوشیده باشد نمازی که با سر پوشیده خوانده می شود هیچ گونه فضیلتی و ثواب بیشتری بر نمازی که با سر برهنه خوانده می شود وجود ندارد احادیث و روایاتی که در مورد فضیلت امامه اومده و با بسلا سواب نماز با کلاه اومده هی... هیچ کدام از اینا صحیح نیستن روایت صحیح در این زمین ما نداریم و این هم که در بسیاری از جاها از فرهنگ نمیدانم پاکستان و هندیا گرفتند و در مسجد سبدهای پلاستیکی گذاشتن لاستیکی گذاشتند یا اینکه به اصطلاح کلاههای حسیری گذاشتند مواردی از این قبیل و احیانا بعضی هم دیده میشن خصوصا اینایی که از فرهنگ پاکستانی ها متاثر هستند حتی دستمالی که حوله شخصیشون هست بینیشون پاک می کنان در وقت نماز اینو یعنی میگرند روی سر خودشون میبندند این حرمتی به نماز هست این خودش در ذات خودش این کراحت هست شما با این لباسی که با این تکه پارچه به حوله خودتون روی سرتون که بسیر با این کلاه به صلاح سبدی که روی سرتون گذاشتید یک کلاهی که از نمیدونم برگ درخت خورما هست در هیچ مجلسی نمیتونید برید حاضر بشید این یک نوع بی احترامی به دیگران شمرده می شود چگونه شما این رو برای خودتون میپسندید که جلوی الله متعال این گونه موارد رو در واقع استفاده بود این برگرفته از جهلی هست که متاسفانه بسیاری از مردم تصور غلطی در این زمینه دارند نه نماز خواندن با سر برهنه هیچ گونه کراهتی ندارد و در ثواب نماز در واقع تأثیری ندارد وقتی شوهر به زنش یک بار بگوید که از خانه برو آیا طلاق افتاده اگر این یک بار که گفته از خانه برو این از خانه برو این لفظ طلاق نیست سریح در باب طلاق نیست نیاز به نیت دارد مثل این نیست که مرد به زنش که برو تو طلاقی فقط گفته برو شاید مثلا خواسته بره با پدر و مادرش ملاقات بکنه شاید مثلا مرد خواسته که مثلا یک مقدار اعصابش راحت بشه در خونه می. شاید خواسته تنها باشه به هر دلیلی این دیگه دلیل بر طلاق نیست مگر در صورتی که نیت مرد طلاق دادن باشد مگر در صورتی که نیت مرد طلاق داده با... طلاق, دا... طلاق باشد و وقتی هم که نیتش طلاق باشد با این لفظ فقط یک طلاق واقعی می شود یک طلاق رجی بعد از این که دوباره پشیمان شد و دوباره با هم دیگر صلح کردن خب زندگی خودشون ادامه بدن نه نیازی به عقد جدیدی هست و نه نیازی به مهر جدید زندگی رجوع بکند و به زندگی خودشون ادامه بدن آیا رابطه دختر و پسر نامحرم به عنوان خواهر و برادر جایز است نه به هیچ عنوان جایز نیست هیچ دختر و پسر نامحرمی صرفا با اینکه بگن من و تو خواهر و برادریم و دست روی قرآن بگذارند و قسم بخورند با این گفته با همدیگر محرم نمیشوند در شریعت اسلامی فقط با عقد ازدواج دو تا دختر و پسر نامحرم با هم دیگر محرم میشوند غیر از این محرم نمیشوند و هر گونه به صلاح ادعای محرمیت ادعای خواهر و برادری از, دید... از دیدگاه شری باطل هست و همچنان با هم دیگر نامحرمند و خلوت در میان اونها از نظر شری حرام هست آیا حقوق کارمندی حرام است؟ نه حقوق کارمندی حرام نیست وقتی که اصل کار کار جایزی باشه مباهی باشه و شما در مقابل کارتون حقوق میگیرید نه حرام نیست جایز هست زدن موی بدن در مردان گناه هست؟ نه زدن موی بدن غیر از ریس از نظر شهری گناه نیست و جایز هست اسفند دود کردن شرک است اگر شما نظرتون این است که این اسفندود دود کردن بدی ها رو از شما دفع می کند و شر را دفع می کند سهر و جادو و چشم زخم رو دفع می کند یا برای شما خیر می آورد بله در این صورت شرک است زیرا که این به هیچ عنوان به عنوان یک سبب شرعی ثابت نشده در قرآن و حدیث نیامده که اسفندود دود کردن سبب برکت می شود یا سبب دفع زخم چشم می شود یا حسود رو نمیدونم کور می کند یا سحر رو از بین می برد. چون این چیزی ثابت نشده و این جزء شرک فی الاسباب می شود طلاق قیابی درست است یا خیر طلاق قیابی در صورتی که زن دلایل موجهی داشته باشد و مرد نخواهد کن را به صلاح طلاق بدهد وقتی که دادگاه طلاق داد این طلاق معتبر هست از نظر شرعی آیا ادرار و مدفوع گربه نجس است یا خیر بله ادرار و مدفوع گربه نجس است ادرار و مدفوعش نجس است اگر در یک جایی بوده باشد اما خود گربه که به صلاح آبی رو ده دهن بزند یا در جایی رفت آمد بکنه در منزل شما مویش باشد و بریز جای بریزد این نجس نیست اما ادرار و مدفوعش نجس است آیا سگ نجس است یا خیر بله سگ از دیدگاه جمهور و همه فقها ها نجس هست سگ نجس است آب دهانش نجس است و خودش هم جز مواردی هست که در شریعت اسلامی نجس هستند. پابجی موبایل گناه هست یا خیر نه اشکالی نداره بازی پابجی اگر که به منجر به ترک نماز نباشه و منجر به بسلا موارد دیگر و بسلا در میان دختر و پسر نباشه رابطه نامش رو در این صورت اشکالی نداره جایز هست در مورد بیمه تامین اجتماعی آیا حرام هست؟ در ایران این مجامع فقهی گفتند که چون که در واقع دولت بسیاری از موارد و بسلا خدماتی را که میدهد از طریق بسلا این بیمه تأمین اجتماعی در واقع می دهد و با توجه به ضرورت و نیازی که مردم دارند علما این مورد رو گفتند که جایز از اشکالی ندارد اگر بر اثر ورزش سنگین یک قطره آب مانند منی خارج بشود آیا غسل واجب است نه در این صورت غسل واجب نیست منی خروج منی در صورتی موجب غسل هست که با شهوت خارج بشود همراه با شهوت و با جهش در واقع خارج بشود این جزء مواردی هست که به از موجبات غسل است اما اگر به خاطر بیماری باشد اما یا به خاطر ورزش سنگینی باشد این جزء مواردی نیست که غسل واجب می شود در این صورت غسل واجب نیست گوشت اسب حلال است یا حرام گوشت اسب از نظر فقهی حلال هست جمهور علما نظرشون بر این است که گوشت اسب جز مواردی هست که حلال هست رسول الله صلی الله علیه وسلم گوشت اولاغ را حرام قرار دادن و در گوشت اسب گفتند که جایز هست و این رو مجاز قرار دادن منطقه در برخی از فقها نظرشون بر این است که در زمانی که جنگ و جهاد باشد و نیازی به اسب باشد در واقع اینو جزء موارد مکروه قرار دادن اما جمهور علما نظرشون بر این است که نه اشکالی نداره در هر حالتی این حلال هست هم به گوشت گوشت اسب حلال هست و هم شیرش وقتی وضو گرفتیم و از دستشویی در آمدیم ولی یک قطره ادرار خارج شد اگر این که بعد از این که به کسی که مبتلا به سل نیست همیشه عادتش این نیست که مثلا قطراتی خارج میشه بیماری ندارد اگر متوجه شد که قطراتی واقعا خارج شده حکمش این است که وضوع شکسته دوباره برود وضوع بگیرد مگر در صورتی که کسی کنترل اختیار خود ادرار خودش رو نداشته باشد در این صورت میتواند که برود نماز بخواند. کسی که کنترل ادرارش رو به صورت کلی ندارد معذور هست و مشکلی دارد حکمش این است که برای هر نماز جداگانه وضو بگیرد و با اون وضو نماز بخواند گرچه بعد از وضو یا در وسط نماز هم اگر قطراتی خارج شد بازم از نظر شهری نمازش درسته اگر کسی که بچه شیردهی شیرده داشته باشد و دیگر باردار باشد آیا سخ کند حکمش چیست؟ سخ جایز نیست مگر در صورتی که به صلاح ضرر و زیانی برای مادر داشته باشد اگر پزشک که معالج تشخیص داشت که ضرر و زیانی برای مادر دارد در این صورت جایز هست که سخت بشود چرا قاری های قرآن تو مصر ریش ندارند؟ خب فرهنگشون اینه شاید مثلا ریش ندارند و دلیل نمیشه که وقتی که قاری قرآن یه گناهی رو انجام بده کاری خلاف شرعی رو انجام بده این برای ما ملاک باشه و برای ما ملاک فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که ایشان فرمودند که ریشه های خودتان را بگذارید و یک عالمی اگر ریشش رو بتراشد یا یک قاری ریشش رو بتراشد برای ما ملاک نیست آیا دادن دلار به نسیه درست است یا نه بله این که شما دلار به نسیه بدهید و دوباره دلار بگیرید اشکالی نداره مانند این است که پولی رو شما به نسیه میدهید و پول تومن رو به صلاح یا دوباره بعد از یک سال بعد از شش ماه دوباره اون دریافت میکنید اشکالی نداره قرض دادن دلار از نظر شهری اشکالی نداره اما اگر منظورتون صرف کردن هست معامله صرف هست یعنی اینکه شما الان دلار میدهید به طرف من به شما الان 100 دلار دادم بعد از نمیدونم 6 ماه به طور مثال چند میلیون تومان به من بده این از نظر شهری جایز نیست در معامله صرف در معامله ارزی معامله یک ارزی به ارز دیگر حتما باید دست به دست باشد نقدی باشد به صورت نسیه جایز نیست اما اگر منظورتون قرض دادن هست قرض دادن اشکالی ندارد وقتی که همسر مریضی ماهانه داشته باشد شوهرش باید چه کار بکند باید منتظر بماند میخواد چه کار بکند برای این موارد تمام موارد دیگر استمتاع از نظر شهری جایز هست جز همون همبستری تنها چیزی که در این در عادت ماهیانه جایز نیست همین همبستری هست و عملا هم ثابت شده از صحابه و پیامبر که در هنگام بسلا عادت ماهیانه خب زن و همسر شوهر هم دیگر بودن و با هم دیگر کلا یعنی خوابیدن در یک بستر و بقیه موارد از نظر شرعی کاملا جایز هست تنها چیزی که در این مورد بسلا ممنوع هست و جایز نیست همون بحث همبستری و رابطه است. کسی که توهین کرده و ما رو رنجانده باش چکار بکنیم اگر میخواهید که به اصطلاح یعنی مطمئن باشید که حقتون گرفته می شود واگذارش بکنید به الله متعال بهترین چیز این است که شما گذشت بکنید بگذارید برای الله متعال و الله متعال قطعا اگر بنابر انتقام باشد الله متعال بهتر از شما انتقام میگیرد و اگر اون رو ببخشید معافش بکنید به خاطر رضای الله متعال قطعا الله متعال در مقابل شما رو میبخشد و اجر و پاداش بسیار زیادی دارد یک حرفی که به وجود آمده توهینی که شده دشنام و ناسزایی که از جا شنیدی زیاد آن رو کش ندهید یک طرفی کوتاه بیاید این رو به خاطر الله متعال معاف بکند ببخشد به الله متعال یا این رو واگذار بکند به الله متعال این بهترین صورت و حالت هست روزه گرفتن برای حل مشکل جایز است ببینید از نظر شرعی ما یعنی داریم برعکس عمل میکنیم بسیاری از مردم نظر میکنند برای حل مشکلشون اگر مشکل من حل شد من چند روز روزه میگیرم برای اینکه مشکلم حل بشود اگر فلان مشکل من حل شد نمیدونم من چند رکت نماز میخوانم نماز تهجد می خونم این نظر کردن از نظر شرعی مکروه است نظر کردن از نظر شرعی مکروه است رسول الله صلی الله علیه وسلم اینو تشبیه دادن گفته این مانند این است که با از یک بخیلی به یک چیزی را بیرون بکشید طرف اصلا مثلا روزه نفلی نمیگیرد الان دوچار مشکل شده میگه خدای اگر مشکل ما را حل کردی من روزه میگیرم نماز نمیخوند فروردگار را اگر که فلان مشکل من حل شد نمیدونم چند رکت نماز میخونم این روش شرعی نیست این نظر کردن به این گونه در واقع مکروه است روش درستش اینه که شما الان که مشکلی نداری الان که صحیح و سالم هستید یک عبادتی رو انجام بده نماز بخون روزه بگیر نمیدونم نماز تهجد بخون به فقرا و مساکین کمک بکن یک کار خیری رو انجام بده در وقتی که دچار مشکل شدی به همین کار خیر توسل بکن بگو پروردگارا من چون که همیشه نماز شب میخونم این مشکل را حل بفرما پروردگار را چون که من همیشه روزه های دوشنبه و پنجشنبه روزه نفلی میگیرم این رو این مشکل ما را حل بفرما این روش شهریش هست و هیچ گونه اشکالی هم ندارد اگر بدون اجازه شوهر روزه نفلی بگیریم جایز هست بله روزه گرفتن جایز هست شما خودتون بهتر وضعیت خودتون رو میدونید در منزل اگر بگونه هست که یعنی روزه میگیرید اما هیچ گونه اشکالی در بسلام نظم خونه و نمیدونه آماده کردن غذا هیچ اشکالی به وجود نمیاد شوهرتون ناراحت نمیشه یا مطمئن هستید که مثلا شوهر شوهرتون نیاز جنسی به شما نداره مجبور نمیشید که روزه رو بشکنید در این صورت اصلا لازم هم نیست که اجازه بگیرید لازم نیست که اجازه بگیرید منتها در این زمینه روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن کسی که شوهرش حاضر هست بدون اجازه و اطلاع اون روزه نگیرد این حمل می شود بر این که اگر میدانید که شوهرتون در واقع نیازی پیدا میکنه به شما در این صورت روزه نگیرید اما اگر مطمئن هستید که شوهرتون از صبح مثلا میره و سر کار و بعد مغرب میاد و هیچ گونه مشکلی براتون پیش نمیاد از نظر روزه گرفتن بدون اطلاع شوهرم در این صورت اشکالی نداره و جایز هست وسط ابرو برداشتن گناه یا نه نه وسط ابرو رو برداری گناه نیست وسط ابرو حکم ابرو رو ندارد و در صورتی که ابرو به هم چسبیده باشد گرفتنش و برداشتنش از نظر شرعی اشکالی ندارد کفاره قسم چیست؟ کفاره قسم دو مرحله دارد کفاره قسم تو مرحله دارد مرحله اولش سه مورد هستند یا این که انسان برده آزاد بکنه که امروزه وجود نداره و بعدش یا این که ده مسکین رو غذا بدهد در حد یک نهار و شامی یا این که لباس بدهد این سه مورد هستند در مرحله اول اگر کسی توانایی این سه مورد را نداشت در مرحله دوم باید سه روز روزه بگیرد برخی از مردم فکر می کنند که کفاره قسم این است که سی روز باید روزه بگیرید نه این اشتباهه کفاره قسم مرحله به مرحله هست مرحله اولش این هست که یا برده آزاد بکنید یا ده مسکین را غذا بدهید یا ده نفر را لباس بدهید پوشاک بدهید اگر کسی توانایی مالی نداشت مشروط بر این که توانایی مالی نداشته باشید در اون صورت سه روز روزه گرفتن هست نمازهای قرضی را چگونه ادا کنیم کسی که یادش نباشه چی ما چیزی به نام نماز قرضی نداریم نماز قرضی نداریم اگر منظور تو این است که زن در حالت عادت ماهیانه نماز قرضی دارد نه نماز قرض نیست در زمان عادت ماهیانه روزه قرض هست روزه رو باید بعدا بگیرین اما نماز قرض نمی شود نماز اصلا که در عادت ماهیانه نباید نماز بخونی و قضا هم ندارد تنها روزه قضا دارد اما اگر کسی نمازی از اون فوت شده باید قضاش را بیاورد پیامبرم فرمودن هر کسی که خواب افتاد و نمازی فوت شد یا این که فراموش کرد و نمازی فوت شد هر وقتی که بیادش اومد هر وقتی که از خواب بیدار شد در اولین فرصت اون نماز را باید بخواند. آیا کسی که مرگ, مرگ مغزی شده جایز است که اهدای عضو بشود؟ نه جایز نیست زیرا که در موارد بسیار زیادی ثابت شده حتی اونی که تشخیص دادند پزشکان که مرگ بسیار مغزی شده دوباره الله مطالعه رو شفا داده و جایز نیست این گونه موارد آیا بدون وضوع هم می توانیم ذکر بکنیم؟ بله برای ذکر کردن وضو لازم نیست برای تلاوت قرآن وضو لازم نیست مونتا نباید قرآن را دست بزنید برای ذکر کردن هم هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد چرا زن نمیتواند بدون حجاب نماز بخواند خب مردم نمیتواند بدون حجاب نماز بخواند نماز یک عبادتی هست که در محضر الله متعال انجام می شود و الله متعال گفته که بهترین پوشش و کاملترین حالت را بپوشید وقتی که یک انسانی برهنه باشه بدون حجاب نماز بخونه خب برای خودش جلوه در واقع نمیتونه که حضور قلب داشته باشه برای خودش این چیزی به حضور قلبی نداره برای نماز هم مرد و هم برای زن هم مرد و هم زن باید بهترین لباس خودشون رو کاملترین حالت خودشون رو باید در واقع داشته باشن این حکم مخصوص به زنها نیست آیا زنا بخشیده می شود یا خیر؟ زنا هم مانند بقیه گناهان است. اگر که انسانی نادانسته زنایی را مرتکب شد و صادقانه توبه کرد از گذشته پشیمان شد از گناهش دست کشید و تصمیم گرفت دوباره این رو انجام ندهد و عملا هم ترکش کرد از نظر شهری الله مطال گناهش را می بخشد انشاءالله اگر مرد زن خود را بزند جایز است؟ نه جایز نیست و مردان زنانی اومدند پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و شکایت کردند که یا رسول الله گفتند که شوهرانشون اونها را میزنند رسول الله صلی الله علیه و سلم در بیانات خودشون خطبه خودشون فرمودند که اینهایی که همسرانشان را زنانشان را میزنند اینها بهترینان شما نیستند اینا بهترینان شما نیستن این که کسی زن خودش را بزند این دور از ادب و اخلاق هست و خصوصا زن مردانی که متاسفانه یعنی به قول معروف دست بزن دارند دست بزن که چه عرض بکنم که بلکه به خاطر یک نوع جهالتی هست وگرنه انسان نباید به اندازه مثلا بی فرهنگ باشه که تنها یعنی هنری که داره اینه که زن ضعیف و ناتوانی رو که پدر و مادرش اونو سپردن دست شما اونو بزنید دست بلند بکنید این دور از جوان مردی هست و عملا رسول الله صلی الله علیه و ایشون ثابت شده که میگن هیچ زنی رو ایشون دست روی هیچ زنی نه در جنگ و نه در غیر جنگ روی زن دست بلند نکردند و حتی فرمودند کسانی که زنان خودشان را میزنند بهترین شما نیستند آیا شب اول عروسی میشه رابطه داشت یا نه؟ چرا نشود؟ وقتی که با همدیگر عقد کردید و الان ازدواج کردید میشه اما لازم نیست واجب نیست که فرضی فکر بعضی مردم فکر میکنند که اگر شب اول رابطه ای صورت نگرفت نمیدانم شاید اشکالی به وجود بیاد نگاه باطل میشه نه این بستگی داره به خود دو طرف اگر آمادگی روحی و روانی و جسمی دارند خب مشکلی وجود نداره اما اگر خواستند به تاخیر بیاندازند باز هم از نظر شرعی مشکلی وجود نداره و جایز هست اگر شوهری تا پای طلاق پیش برود و بگوید باید با من مشروب یا آبجو بخورید چه کار باید کرد اگر انسان واقعا به دین خودش یعنی قائل باشه مردی که زنش رو مجبور بکند که یا این کار گناه رو انجام بده یا اینکه طلاقت میدن شما رضایت شوهر رو طلب میکنی یا رضایت الله متعال الله متعال فرمودند که در مواردی که یک اطاعت از شوهر یا اطاعت از پدر و مادر یا از اطاعت از مخلوقی مساوی باشد با نافرمانی خالق و نافرمانی الله گناهی باشد در این صورت اطاعت از شوهر لازم نیست و بیچ اونان نباید که شوهر یعنی در این صورت ها اطاعت بکنید حکم استفاده از کروات چیست؟ اشکالی نداره استفاده کردن از کروات یکی از مواردی هست که جز پوشش هست الان در بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی این در واقع رواج داره قدیمان برخی از علما احساس میکردند یا گمانشون بر این بود که این بسلا علامت صلیب هست اما عملا ما میبینیم که نه علامت صلیب نیست من گونه که مسیحا میپوشند یهودی ها میپوشند نمیدونم کمونیستان ها میپوشند می اصلا کسانی که کسان اصلا به دین هم اعتقاد ندارند به مسیح هم اعتقاد ندارند این کروات رو در واقع میپوشند و یک نوع لباسی هست و یک پوششی هست در جاهایی که جز فرهنگ مردم هست از نظر شرعی هم ندارد آیا قرآن خواندن روی گوشی بخوانیم گناه دارد یا نه نه هیچ گونه گناهی ندارد قرآن خواندن از روی گوشی هیچ گناهی ندارد و ثواب تلاوت از روی گوشی با ثواب تلاوت از روی مصحف قرآن یکی هست فرقی نداره هر دوتاشون جایز هست و یا ثوابشون هم یکی هست رابطه توی نامزدی حرام است یا نه بله در زمان نامزدی که هنوز عقدی خوانده نشده دختر و پسر بر همدیگر نامحرمند گرچه وعده ازدواج دادن همچنان نامحرم هستند و هر گونه رابطه و خلوت حرام هست آیا غسل مراحل دارد؟ نه غسل مراحل ندارد همین که گفتید که به نیت این که پاک بشوی اصلا شیرجه زدی یک ذری رفتی زیر آب غسلتون انجام شده مهم این است که شما به نیت این که پاک بشوید تمام بدن خودتان را بشویید نمیدونه اول این دست بشو بعدا اون دست بشو اول این پا بعدا اون پا اول سر بعد گردن بعد گوش راست و گوش چپ و این گونه موارد نه اینا این موارد رو سخت نگیرید این موارد لازمی نیست در باب غسل ترتیب لازمی نیست چه از بالا از سرتون بشویید چه از پایتون بشویید چه از چپ بشویید چه از راست بشویید در هر صورت بدنتون رو کاملا شستید غسل شما انجام شده نماز خواندن با شلوارک گناه هست یا خیر اگر در یک جایی هستید که مثلا یعنی خب یعنی پوشش همون شلوارک هست در صورتی که مثلا از ناف تا زانو رو کاملا پوشیده باشد و از نظر شرعی نمازتون جایز هست نمازتون ادا شده زیرا که چیزی که در پوشیدنش برای نماز و در نماز برای مردان واجب است از ناف تا زانو هست و همچنین این که شانه ها باید یعنی پوشیده باشد بدونه اگر برهنه باشد که راحت دارد رسول الله من فرمودن اما اگر مثلا یک فردی فرض کنیم ماهیگیر هست الان در دریا هست الان طوری هست که مثلا فقط یک شلوارکی پوشیده وقت نماز هست نمیتونه لباس بپوشه تنها با همین شلوارکی که از ناف تا زانو هست نماز خوند نمازش از نظر شهری قابل قبول هست نمازش جایز هست آیا موقع روزه حمام حرام هست؟ نه در وقت روزه حمام رفتن غسل کردن شنا کردن از نظر شهری هیچ گونه ممانعتی ندارد و کاملا جایز هست غسل بگو مولوی یک هفته از دنبالت هستم غسل و من هر روز و هر شب و در هر برنامه در همین برنامه امروز من ده مرتبه غسل توضیح دادم اما نمیدونم که این مشکل چه معضل بزرگی هست که این غسل حل نمیشه غسل این هست که شما بروید حمام بکنید بروید زیر دوش و سلام غسل شما صحیحه غسل یعنی شستن تمام بدن اگر میخواد به صورت کامل باشه قبل از غسل وضو بگیر مانند پیامبر و مانند وضوع نماز بعد از آن برو زیر دوش و سلام غسلت غسل درسته نه نیت خاصی دارد نه تلفظ خاصی دارد نه دعای خاصی دارد و سلام همین که با همین تصمیم می روی زیر دوش که بدن پاک بشه از جنابتت برطرف بشه همین در غسل شریعت انجام شده مولانا صاحب اگر تجلیل تولد اگر گناه هست چرا مولود شریف رو تجلیل میکنیم همون خب مولود شریف هم گناهه همون مولود گرفتن هم گناه و بدعت هست کسی نگفته که این به صلاح ثواب هست جز افراد صوفی که انسانهای های بدعت هستند برخلاف سنت رسول الله و صحابه عمل می کنند اونا خب مجازن برند هر کاری رو انجام میدن به ما ربطی نداره ما که اهل سنت و جماعت هستیم یعنی چی؟ یعنی ما پیرو سنت یعنی سنت رسول الله جماعت یعنی جماعت اصحاب رسول الله اهل بیت رسول الله کجا رسول الله برای خودشون جشن تولد گرفتند یک مورد رو نیست کدام صحابه برای خودش جشن تولد می گرفت ابو بکر و عمر و عثمان و علی و بقیه ائمه بزرگوار کدام یکیشون برای پیامبر جشن تولد می گرفتند وجودی نداره جشن تولد در اصلش یک فرهنگ مسیحی هست که تاریخ خودشون رو گذاشتن میلاد مسیح و از دیدگاه شرع اسلام چنین چیزی جایز نیست زیرا که پیامبر فرمودند علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی جشن تولد گرفتن نه سنت پیامبر هست نه سنت بسلا صحابه هست نه سنت اهل بیت هست نه سنت اهل ایمه بزرگوار ما کاری رو انجام ندادند آیا ادرار و مدفوع گاو و گوسفند هم نجس هست؟ جمهور علما نظرشون بر این است که مدفوع به حیوانات حلال گوش نجس نیست نظر جمهور علما این است که حیوان حلال گوش مدفوعش نجس نیست منتها مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این زمینه این است که اینا جز موارد نجس هستند مادر بزرگ پیری داریم پدر بزرگم تازه فوت شده آیا عدت برای مادر بزرگ دارد ولی در صورتی که مادر بزرگتون زنده هست هر سن هم که سنشون بالا باشه این چهار ماه و ده روز جزء عدهش هست عده تفاوتی نداره که طرف جوان باشه یا پیر باشه عده لازم هست برای همش آیا با فرو کردن انگشت در بدن غسل واجب می شود؟ نه اگر کسی انگشت خودش زنی یا مردی بنابر مسلحتی مثلا این کار را انجام داد از نظر شریع غسل بر انسان واجب نمیشه جز موجبات غسل نیست من دختر امه پدر نداره مثل خواهر من هست آیا اگر دست بنده بهش بخورد گناه دارد؟ ولی دختر امید محرم شما نیست نامحرم هستید خواهر شما حساب نمی شود و این که با همدیگر باشید خلوت بکنید به همدیگر دست بدید که دستش به شما بخورد این از نظر شرعی جایزه جایز نیست خواندن فاتحه روی قبرستان جایز هست یا خیر ما چون این چیزی رو در اسلام سراغ نداریم از عمل رسول الله عمل صحابه هیچ کدامشون این گونه نبوده که بعد از اینکه دفن بکنن میت را بگویند که برای میت شما سوره یک فاتحه بخونید و نمیدانم سه قل الله بخونید این یک بدعتی است که متاسفانه مله ها اینو ایجاد کردن پیامبر و صحابه چون این کاری رو انجام ندادند و هر چیزی که خلاف دستور و خلاف روش پیامبر باشد از دیدگاه ما مردود هزیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من احدث فی امر نهادا ما لیس منه فهو رد هر کسی در این کار ما در دین ما یک مراسمی را یک روش و عادتی را ایجاد بکند که در دین اصلی ندارد مردود هست فاتح خواندن سر قبرستان قرآن خواندن سر قبرستان الحمد قل الله خواندن سر قبرستان از عمل پیامبر سنت رسول الله سنت خلفای راشدین ثابت نیست بدعت هست و انسان باید از این گونه موارد پرهیز بکند تنها چیزی که رسول الله صلی الله علیه و این همه صحابه خودش را این همه اهل بیت خودش را دفن کردند یک مورد نفرمودند که شما برای این میت حمد و قل الله بخونید بلکه گفتند که شما برای این میت الان طلب مغفرت بکنید استغفار بکنید برایش دعای مغفرت بکنید همین هر کسی برای خودش برای میت بعد از اینکه دفن شد برایش طلب مغفرت بکنند حتی اینکه جمع بشوند و مردم را صدا بزنند که بیاید میت را دفن کردیم الان دعا بکنیم این دعا هم بدعت هست این هم در شریعت اسلامی در سنت پیامبر جایگاهی ندارد دعا همون دعایی هست که شما در نماز جنازه انجام دادید خود نماز جنازه دعا برای میت هست یک نوع شفاعت برای میت هست یک دعای دیگر اضافه کردند که بعد از این دفن کردن بیایید دوربر قلب جمع بشید دعا بکنید این هیچ گونه اصلی در شریعت اسلامی ندارد پیامبر فرمودند طلب مغفرت بکنید اما به صورت انفرادی در زمان رسول الله در زمان صحابه الان هم در کشورهایی که پیروی سنت رسول الله هستند و بدعت وجود نداره این گونه عمل کنند. یک مولوی میگفت زن برای زایمان نباید به بیمارستان برود و باید در خانه تنها بچهش به دنیا بیاره که زن هم نباید عورت زن را ببیند خب همونجا که در خونه هم که زایمان بکند کی میاد خود شوهرش مولا میاد بالای سرش و زایمانش و کار زایمانش انجام میده خب اونجا هم یک زنی هست یکی به دایی هست در اونجا هم که این کار را انجام میده در بیمارستان هم که برامند همین کار هست و این نمیده تفکرات جاهلانه ای هست که متاسفانه هنوز هم در بسیار از جاها وجود داره نه هیچ گونه و ممانعتی وجود نداره برای این که انسان برای زایمان به پزشک مراجعه بکنه به بیمارستان بره هیچ گونه و ممانعتی وجود نداره تفاوتی نداره در منزل که باشه خطرش بیشتر هست و امکاناتی وجود نداره و در بیمارستان قطعا یعنی خطر کمتر هست امکانات وجود داره متخصص وجود داره و باید مراجعه به بیمارستان کلمه طیبه چند تا فرض دارد کلمه طیبه دو تا رکن دارد دو تا رکن و دو تا اصل دارد یا همون دو تا فرض دارد یک نفی و دیگری اثبات نفی و اثبات نفیش چی هست لا اله ها. هیچ معبود بر وجود ندارد این نفی هست الا الله این اثبات هست الا الله این اثبات است مگر الله متعال وقتی که نفی و اثبات با هم باشند، این جمله جمله مفیدی هست و به اصطلاح شعار اسلام و مسلمانی هست. تفکیک کردن این دو جمله، این جمله از همدیگر از نظر شرعی حرامه، جایز نیست. بلکه به معنی کفر هست، به معنی کفر است به معنی مسلمانی نیست. وقت متاسفانه بسیاری از صوفیان گمراه اینو جز از قرار دادند و مخاطر رو فیلم هاشو شاید هم شما دیدید ذکرشون همینه که میگن لا اله لا اله لا اله اینو وردشون میکنن لا اله یعنی خدایی نیست خدایی نیست هزار مرتبه ذکر میکنند لا اله میگن که خدایی نیست خدایی وجود ندارد خب این کفر به الله متعال بعدش هم دوباره میگن الا الله الا الله الا الله خب الا الله معنی نداره الا الله یعنی چی الا الله زمانی معنی داره که همراه با لا اله باشه لا اله الا الله وقتی که اینها رو از هم دیگر جدا بکنید لا اله می شود معنی کفر و شرک و الا الله هم هیچ معنی رو نداره متاسفانه اومدند مثلا از کاری رو ایجاد کردند که در زمان رسول الله نبوده به معنی کفر و شرک انسان از دین خارج میکنه بدعت گذاری کردند این گونه موارد هیچ کدامشون از نظر شرعی جایز نیست الا الله دو رکن داره این دو رکن حتما باید با هم چسفیده باشن هیچ کدام از این یکی به تنهایی مسلمانی نیست لا اله الا الله لا اله تنهایی ذکر نیست الا الله هم به تنهایی مفید هیچ چیزی نیست و ذکر حساب نمی شود اگر کسی میخواد ذکر بکند باید به صورت کامل باشد لا اله الا الله بنده شیعه هستم که در حال تحقیق در باره مذهب اهل سنت تا زمانی که تحقیقاتم کامل بشود متاسفانه دنباله حرفتون پرید و کار بسیار جالبی هست و هر کسی در دین خودش باید یعنی بصیرت داشته باشد تا حالا مثلا شیعی بودی بدون تحقیق و بدون مطالعه و اعتماد داشتی به حرف این و آن و در واقع هر چی که به یک فردی به تو میگفته هر بدعت و خرافه ای رو باور کردید خب این راه مسلمانی نیست انسان مسلمان چه شیعه چه سنی باید در دین خودش یعنی فهم داشته باشه درک داشته باشه مطالعه داشته باشه با علم و درایت باید بر احکام شرعی در واقع عمل بکنه خصوصا در باب عقاید در باب عقیده تقلید جایز نیست در باب عقیده مسلمانی تقلید جایز نیست نه برای شیعه نه برای سنی تقلید فقط مجالش در باب مسائل فقهی است مسائل فروع اسلام هست نه درباره اصول اسلام مطالعه بکنید تحقیق بکنید الحمدلله علمای زیادی وجود دارند و کتابه های زیادی وجود دارند مطالعه بکنید تحقیق بکنید و هر چیزی که به آن رسیدید و از الله متعال هم صادقانه بخواهید پروردگار آن چیزی را که پیش تو حق و حقیقت هست الله متعال شما را به آن موفق بگرداند حتما انشاءالله که به حق و حقیقت خواهید رسید اگر ادامه سوال تو این بوده که می خوا... یعنی میتونید که نماز را به مذهب ش... مذهب اهل سنت بخونید اه، اگر سوالتون این هست خب میتونید که بخونید اگر شما از یک عالمی اهل سنت یا روش اهل سنت جماعت رو مثلا پسندیدید طبق روش اهل سنت نماز بخونید هیچ اشکالی نداره ببینید از نظر شرعی هر فردی چه شیعه چه سنی از نظر شرعی وظیفه اش این است که از یک عالمی که به علمش ایمان دارد به تقوایش باور دارد و مطمئن است که عالم پخته ای است و در واقع بر اساس قرآن و سنت و روش پیامبر و اهل بیت فتوا می دهد شما بر به فتوای اون عمل بکنید اگر شما باور دارید که به یک از علمای اهل سنت روش نمازی که وجود داره و در فقه بر اون اقتدا بکنید در نظر شرعی شما بری و ذمه هستید و هیچ گونه اشکالی وجود ندارد وقتی سر خاک والدین می میفهمد؟ آیا وقتی سر خاک والدین می میفهمد؟ بله در وقتی که سر خاک کسی می و سلام می دهید در روایت اومده که اونها صدای شما رو می شنوند. سلام رو می شنوند. بحث شنیدن مردگان در برخی از موارد ثابت است مانند شنیدن سلام الله مطال روح آنها را رو به آنها بر میگرداند سلام شما را میشنوند و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند وقتی که کسی سر قبری میرود اگر مرده در زمان حیات خودشون فرد را میشافت میشناخت وقتی که بعد از وفاتش سر قبرش میرود و سلام میدهد اون را میشناسد اما این جز موارد علم غیب هست جز عالم غیب هست فقط در همین محدوده ای که برای ما ثابت شده از قرآن یا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ما همین مقدار رو قبول داریم بیشتر از این قابل قیاس نیست ما نمیتونیم که عالم آخرت را با دنیا قیاس بکنیم برزخ رو بر دنیا قیاس بکنیم معیاره های دنیا میاره های دیدن و شنیدن و بقیه موارد قیامت با دنیا متفاوت است فقط همین اندازه در شریعت اسلامی در حدیث رسول الله ثابت هست و ما همین رو باور داریم دو خواهر بودند خواهر بزرگ به خواهر کوچکترش شیر میدهد حالا پسر خواهر کوچک دختر بزرگ همون خواهر را میخواهد آیا جایز هست نه جایز نیست وقتی که یک خواهری از خواهر شیر خورده به معنی این است که این خواهر در واقع دختر رضایی شمرده می شود دختر رضایی اون در واقع خواهر بزرگترش حساب می شود و وقتی که این خواهر خواهر کوچکتر شیر خورده پسرش وقتی که میخواد با دختر به دختر خاله خودش ازدواج بکنه اون در واقع دختر خاله اش نیست بلکه خاله حساب می شود بلکه خاله اش حساب می شود یعنی خاله رضایش حساب می شود و ازدواج با خاله رضایی از نظر شرعی جایز نیست حرام است قربانی برای حضرت محمد صلی الله علیه وسلم درست است یا خیر همین که شما برای خودتان قربانی می کنید، این خود به خود ثوابش به رسول الله صلی الله علیه و سلم می رسد نیازی نیست که جداگانه برای پیامبر قربانی بکنید و هیچ کسی از صحابه همچنین کاری رو انجام ندادند چون که رسول الله صلی الله علیه وسلم منبع این خیر بودن این قربانی کردن را نماز خوندن روزه زکات و حج از طریق ایشان به ما رسیده هر دعا و نماز و عبادتی که شما انجام بدهید به رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ثواب میرسد نه و لازم نیست که شما به نام رسول الله در واقع قربانی بکنید مذهب هنفی رو ترک بکنی مذهب شافعی عمل بکنی حکمش چیست اگر دیده و دانسته چون این کاری رو انجام میدهید با اطلاعات و مطالعه این کار رو انجام میدهید خب مبارکتون باشه اما اگر در مذهب هنفی هیچی چیز سر در نمی آورید دوباره میگه من شافی هستم خب از شافی هم هیچ چیزی سر در نمی آورید چه تفاوتی برای شما داره التزام به یک مذهب که انسان خودش رو محصور بکنه به یک مذهب این از نظر شری واجب نیست اما یک فرد عامی که نمیداند که به این مذهب چه خوبی دارد اون مذهب چه خوبی دارد آیا این فردی که به صلاح یعنی در خود مذهب هنفی شما تخصصی ندارید مذهب هنفی رو نمیشناسید و میگوید که من میرم مذهب شافی رو مثلا انتخاب میکنم خب به چه انگیزه ای با چه دلیلی چون چیزی در واقع شاید یعنی جز مواردی باشه که یعنی صرفا به اتباع هوا و هوس باشه اما اگر واقعا شما به این نتیجه رسیدید تحقیق کردید که بله علمای مذهب شافعی به طور مثال حرفشون قوی تر است دلیلشون قوی تر است یا در یک مسئله مثلا از یک عالم شافعی مثلا یک مسئله رو پرسیدید بر اون عمل کردید اشکالی نداره اما بحث من رو این است که مذهب رو کسی مثلا میگه که من مذهب رو مذهبم رو عوض کردم که خب یک شناختی از مذهب قبلیت داشته باشی یک شناختی از مذهب دومی داشته باشی کل مذهب اما در یک مسئله شرعی اگر شما مثلا خواستید که از یک امام شافعی پیروی بکنید از نظر شرعی ممانعتی وجود ندارد. خرگوش کوهی حلال است بله هم خرگوش کوهی حلال است هم خرگوش اهلی خرگوش به صورت کلی از دیدگاه شرعی حلال هست و هیچ گونه ممانعتی در این زمینه وجود ندارد بسیار خوب دوستان و همراهان گرامی به همین مقدار کفایت میکنیم و بقیه سوالات را انشالله میذاریم برای برنامه دیگر و فرصتی دیگر تا آن زمان تمام شما بزرگواران را به الله متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات